امید معماریان روزنامه نگار از نیویورک با ما است آقای معماریان گمان زنی ها در خصوص سردی نسبی رابطه اسرائیل با دولت جدید آمریکا و به خصوص به دنبال آغاز مذاکرات هسته‌ای از کجا ناشی میشه؟ مسئله اصلی این هستش که طی هفته های گذشته طی ماه های گذشته مقامات اسرائیلی یا با عملکرد خودشون نشون دادن که خواستار این نیستن که آمریکا به برجام برگرده در حالی که آقای بایدن وقتی که در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری بودن بارها تاکید کردن که مایل هستن که به برجام برگردن و یکی از مواردی بودش که در خصوص سیاست خارجیشون، ایشون به حال مطرح کرده بودن ایشون به حال آقای بایدن معاون رئیس جمهور بودن وقتی که آقای با... اوباما برجام رو در سال 2015 موافق توافق هستی انجام شد مسئله ای که هست این هستش که اون چیزی که در واشنگتن دیده میشه نسبت به عملکرد اسرائیل این هستش که به یک نوعی کاری که اسرائیل میکنه یکی از اهداف سیاست خارجی و آمریکا در منطقه میانه و به خصوص با ایران به مختل میکنه در واقع اون چیزی نیستش که مقامات آمریکایی همراهانه بدونن و احساس میکنن که اون یکی از موارد سیاست خارجی آمریکا داره نادیده میگیره و این در دو, دو کشور که روابط خیلی خوب با هم دارن این دوستانه نیستش و به همین خاطر به نظر میرسه که برای آی بایدن که خودش یکی از افرادی بوده که در این مذاکرات به نقش داشته عملکرد اسرائیل و به خصوص بعد از حمله که منتصب است به اسرائیل به تحصیل نتنز این مسئله شکاف بیشتری رو آشکار کرده در خصوص نگاه واشنگتن و تلاوی آقای مماریان یا اختلاف تلاوی و واشنگتن فقط به برجام برمیگرده یا اسرائیل و آمریکا در حوضه های دیگر هم اختلاف نظر دارن؟ از سال 1948 در واقع یک سیاست قالبی بوده که در نزد سیاستمداران اسرائیل که نگاه فراجناهی داشته باشن به آمریکا و در واقع از نزدیکی به هر یک از دو حزب آمریکا جلوگیری بکنن یعنی همواره آمریکا رو در کلیت خودش ببینن ولی این مسئله در دوران نخست وزیری آقای نتانیاهو کاملا چرخش جدی کردش و در این دوره هستش که میبینیم که آقای نتانیاهو به طور خیلی واضح یک چرخشی به سمت جمهوری خواهان میکنن و حتی در سال 2015 در، یعنی در همون زمانی که مذاکرات برجام در جریان بود آقای نتانیاهو بدون اینکه آقای بایدن و آقای اوباما در جریان باشن سخنرانی رو در کنگره آمریکا انجام داد که در واقع حمله میکرد به توافق هسته ای و حمله میکرد به این اینکه به حال یک آمریکا بخواد که با ایران به یک جنبندی برسه و به حال ایران رو از این جد محار بکنه این به نظر من هم مسئله شما مسئله که, که شخصی هست این برمیگرده به اون و بارها کرارا در دولت آقای ترامپ هم این اتفاق افتاده که آقای نتانیاهو یک نزدیکی بیشتری رو به جمهوری خانش نده به علاوه این که در نظر بگیریم که در بدنه حزب دموکرات که الان به در آمریکا اکثریت دارن در بدنه حزب دموکرات هم دولت آقای نتانیاهو با انتقالات بیشتری مواجه هست به خاطر سیاست های دیگه ای که در, در کشور خودشون دارن و در رابطه با آمریکا بنابراین مجموعه عوامل مختلفی هست که باعث میشه رابطه ای که رابطه‌ای که آمریکا الان با اسرائیل داره به گرمی دولت های قبلی نباشه و این مسئله با توجه به اینکه این که اخلال هایی که اسرائیل در خصوص مذاکرات هسته انجام میشه به نظر من به یک سردی بیشتری رسیده آقای مماریان این تحلیل که دستگاه امنیتی و همچنین مقامات اسرائیلی در مورد اینکه آمریکا انقریب به برجام برمیگرده چه تاثیر روی روابط این دو کشور میذاره؟ اون چیزی که از اون جلسه که شما مطرح کردین به هر منتشر شده این هستش که مقامات موساد و مقامات امنیتی و بلندپایه اسرائیلی کابینه این کشور رو در واقع بشون گزارش دادن که این مذاکرات در مسیری هستش که آمریکا به برجام باز خواهد گشت یعنی در واقع اون کارهایی که داره اسرائیل انجام میده برای اینکه این اتفاق نیفته و حتی حمله منتصب به اسرائیل در خصوص تحصیل نتنز اینها باعث نشده که مذاکرات از مسیر خودش خارج بشه و ممکن است تا چند به گفته این گزارش اکسیوس ممکن است تا چند هفته دیگه در واقع به نتیجه برسه بنابراین اون چیزی که مقامات اسرائیلی گفتن این هستش که آمریکا به صحبت خودش به گفتگوی خودش با واشنگتن ادامه خواهد داد و تلاش خواهد کرد که اونا رو متقاعد بکنه که به حال اون توافقی که انجام میشه ملاحظاتی که دولت تلاویب داره درش در نظر گرفته بشه ولی در نهایت مسئله این هستش که از نظر دستگاه امنیتی اسرائیل به نظر میرسه که این تهدید وجود داره که این توافق تقریبا نهایی هست و انجام خواهد شد حالا زمانش ممکنه که چند هفته این بر بشه امید مماریان روزنامه از نیویورک ممنون با ما